سلام، نسرن هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوام یه نون خیلی خوشمزه و لطیف براتون بپزم. بریم ببینیم چه جوری پخته میشه. 5 لیوان آرد سفید، 1/2 قاشق چای خوری نمک، کره نرم 100 گرم، 2 عدد سفیده تخم مرغ که زردش رو میذارم برای رومال، شکر سفید و شکر قهوه‌ای به مقدار لازم، 2/3 لیوان شیر ولرم، 2/3 لیوان آب ولرم، نصف لیوان روغن مایه، وانیل و 1 پاکت هم مایه خمیر. آب ولرم و شیر رو با هم توی ظرف می‌ریزم. 1 پاکت پودر مایه خمیر دارم که بهش اضافه می‌کنم. 1 قاشق غذاخوری هم شکر، فرقی نمی‌کنه شکر سفید باشه یا شکر قهوه‌ای. برای آماده سازی مایه خمیر با هم مخلوط میکنم و بعد نصف لیوان روغن مایه داشتم که بهش اضافه میکنم، با هم یه مخلوطی میکنم و 2 عدد سفیده رو هم بهش اضافه میکنم، به هم میزنم فقط در حد مخلوط شدن و مقدار نمکی رو که داشتم رو با آرد مخلوط میکنم و آرد رو آروم آروم به مایه اضافه میکنم و آروم آروم هم میزنم تا آردم گوله نشه. اینجا دیگه نیاز هستش که با دست خمیرم رو آماده کنم، چون که آردش که زیاد میشه دیگه نمیشه از همزن استفاده کرد. مرتب خمیر رو چنگ میزنم تا موقعی چسبندگی داره بهش آرد اضافه میکنم. 1 مقدار از آرد رو کنار میذارم، اگه کم اومد دوباره بهش اضافه کنم، اگر نه که برای سطح میز کارم استفاده میکنم. خب سطح میز کارم رو الان یه مقدار آرد میپاشم و خمیر آماده شدم رو روی سطح میز کارم یه مقداری ورز میدم. این ورز دادن البته باید 10 دقیقه تا 1 ربع طول بکشه، ولی تو فیلم من به صورت کوتاه میذارم، اما خودتون تو خونه حتما 1 ربع. هرچه بیشتر ورز بخوره خمیر خیلی بهتر میشه. ظرفم رو چرب کردم، خمیر رو برای استراحت میذارم داخل ظرف چرب شده و درش رو میذارم و میذارم یه جای گرم به مدت 40-45 دقیقه بستگی به دما داره تا پف کنه. خب الان این زمان گذشته و خمیرم کاملا پف کرده و آماده ادامه کار هستش. پف خمیر رو سعی میکنم از بین ببرم، فشارش میدم و میذارم رو سطح میز کارم. دوباره یه کوچولو ورزش میدم. خمیر بسیار لطیف که ورز دادنش خیلی لذت بخشه. خمیر رو به چند قسمت تقسیم می کنم، به قسمت های کوچیک. و شروع میکنم خمیر رو باز کردم. تکه های کوچیک خمیر رو اول یکم با دست باز میکنم. اگه بشه میشه، یعنی میشه کاملا این خمیر رو با دست باهاش بازی کرد، اصلا از بردنه هم میتونی استفاده نکنید، ولی من برای راحتی کار از بردنه استفاده میکنم. توی شکرام من سعی میکنم به عنوان اسانس از وانیل استفاده کنم،
ولی هر اسانسی رو که دوست دارین میتونین به شکر اضافه کنین و نونمونو نون شیرینمونو خوشمزه تر میکنه. حالا هر اسانسی که دوست دارین میتونین پوست لیمو ترش هم به جای وانیل استفاده کنین یا دارچین. من اینجا از وانیل استفاده کردم. خب سطح خمیری که باز کردم رو یه مقدار کره‌ای که داشتم، کره نرم، میمالم و برش میدم. برشایی میدم که از بالا و پایین خمیر جدا نشه از هم. نظم خاصی نداره، نه شکل خمیر نه برشا. و شکر رو میپاشم روی سطحی که برش دادم. من از شکر سفید هم دارم استفاده میکنم که بهتون بگم که هیچ فرقی نمیکنه، اما خودم ترجیحاً دوست دارم که از شکر قهوه استفاده کنم. خب وقتی شکر رو پاشیدم خمیر رو رول میکنم. بسیار آسان، نگاه کنید، خیلی راحت رول میشه و میپیچم میذارم کنار. و خمیر بعدی، خمیر دوم رو میخوام از پودر شکر قهوه‌ای استفاده کنم. این خمیر رو، این گل نونم رو میبرم میذارم تو سینی فر و باز هم دوباره یک مقدار از کره نرم روش استفاده میکنم، میمالم پهنش روی خمیر و باز هم به همون ترتیب خیلی آسون و راحت برش میزنم. باز هم میگم خمیر نباید از بالا پایین پاره بشه و شکر قهوه‌ای رو روی اون خمیر پخش میکنم و به همون ترتیب آروم آروم رول میکنم و میپیچم که به شکل تقریبا یه گل در میاد، شکل خاصی نیست. همه خمیر رو به همین ترتیب توی سینی فر که کاغذ گذاشتم میذارم، میچینم با فاصله و روشون رو با از همون زردهی که داشتیم رومال میکنم. فر رو هم از 10 دقیقه قبل با درجه حرارت 180 درجه میذارین داغ بشه. همه نونای خوشگلمون رو من رومال کردم، زرد تخم مرغ مالیدم و الان یه سریشو یه مقدار کنجد میپاشم روشون، یه سریشونو شکر قهوه‌ای. میخوام بگم که یعنی هر چی که دوست دارین میتونین روش بپاشین، میتونین و هیچی هم نریزین. من اون ستای دیگر رو هیچی روش نمیریزم و الان اینو میبرم میذارم توی فر داغ به مدت 40 دقیقه. نونای خوشگلمون الان حاضر شده. امیدوارم که شما هم این نون خوشمزه رو بپزین و ازش لذت ببرین و حتما یادتون نره که منو سابسکرایب کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره.